شهر ورزش بیننده هستین و در لحظات مهمانان ما محبوب شاد رابی رئیس فدراسیون ملی سنوکر و بیلیارد افغانستان همچنان صادق محمدی یک تن از ورزشکاران سنوکر هستن البته نوجوانان سنوکر برشان خوش آمدید میگم بسازد خوش آمدین هر دویتان خوش باشون در قدم نخست سلام عرض ادب دارم خدمت شما خدمت تمام بیننده های عزیز شما تشکر از اینکه دعوت کردید. سلامت باشین. آقای درابی در مورد مسابقات اخیری که سنوکر برگزار شد، مسابقات انتخابی بر ما بگوین و قرار است این مسابقات انتخابی بر چی برگزار شده بود و از مسابقات بعدی خارجیتان ما بگوین. بله، قسمی که در جریان هستید ما دیروز یک مسابقات انتخابی را راه اندازی کردیم. هدف ما از راه اندازی این مسابقه همی بود که یک مسابقات جهانی IBSF که از 29 اکتبر الا 9 نوامبر در کشور ترکیه در شهر آنتالیا راه اندازی شده. هدف ما این بود تا ما بتانیم چهار چهره برتر گزینشی انتخاب کنیم تا چند روزی که ما فرصت داریم آمادگی خاص خود به مسابقات داشته باشند و خوشبختانه مسابقات با یک روز با رویارویی بازیکنان و تیم ملی به پایان رسید و ما توانستیم چهار چهره برتر خود انتخاب کنیم. بسیار خوب، مسابقات در ترکیه است. قرار است که از افغانستان چرایی که انتخاب شده مقابل کدام کشورها قرار بگیرن؟ آیا از ترکیه هستن یا کشورهای دیگه هستن؟ در این مسابقات و در این رویداد شاید حدوداً بیش از 50 کشور جهان حضور پیدا کنند و باز سطح مسابقات بسیار بلند است. بازیکنان از تمام نقاط دنیا، بازیکنان بسیار خوب و پراستعداد در این مسابقات حضور پیدا میکنند و ما انشاءالله هدف ما این است با قهرمانان ما سعی و تلاشی که داریم و مشوره هایی که داریم آمادگی خاص خود داشته باشند تا باشد که در این مسابقه و در این رویداد بزرگ ورزشی جهان یک دستاورد خوب به کشور خود داشته باشند. بسیار خوب، دوباره از شما سوال بدن میپرسم. از صادق جان میخوایم سوال بپرسم که مسابقات دیروز چگونه بود و مقام چندم گرفتید مسابقات انتخابی؟ مسابقات دیروز خوب بود، به سطح عالیش برگزار شده بود و من دیروز دو مسابقه داشتم که در هر دو شکست خوردم و انشاءالله کوشش میکنم که بتانم پس دوباره شکست شد. خب حتما حریفایت که از خود افغانستان بودن سنشان بزرگتر از خود بود و تجربهشان بیشتر بود حتما. بله. خب چانس خوب برد در مسابقات بعدی و کسایی که قرار است برند و مسابقات ترکیه اینا مصارفشون از طرف فدراسیون پرداخته میشه یا شخصی میرن؟ بله دقیقا، مصارفشون از طرف فدراسیون و ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش کشور به رهبری دکتر حفیظالله ولی رحیمی و ناگفته نمونه که صادق جان یکی از نوجوانان ما هستن که واقعا افتخار میکنیم که در پهلوی ما حضور داره. 12 سال داره، ماشاءالله یک استعداد خداوندی داره که دیروز با کسای شکست خورد که اونا شاید بالاتر از 10 سال عضویت تیم ملی را دارن. آه. و توانست یک فریم از اونا بسیار به شکل درستش از آن خود کنه ببره و ما انشاءالله با آینده درخشان داره، خوشبین هستیم و نگفته نمونه که پسر استاد سالی محمد محمدی قهرمان و اسطوره سنوکر کشور ما هست. بسیار خوب، بسیار خوب، حتما سنشان بسیار خورده است. انشاءالله که در سنایی که حریفایت از برسی چانس خوب می داشته باشی و میر مسابقات خارجی بخیر. و محدوده سنی داره این مسابقات؟ نظر به کدام سن خاص هست یا خیر؟ سنوکر یک رشته بسیار خوب و ورزشی و روحی ذهنی به مغز انسان بسیار مفید است. در پهلوی از سنوکر سن و سال نداره، اما از 40 سال به بالا که مثلا کسایی که 40 سنشان از 40 سال به بالا میشه میتونن در کاتگوری های ماستر اشتراک کنند که از 40 سال به بالا میشه، اما کسایی که از 40 سال به بالا میشه میتونن به تیم جوانان هم اگر تواناییش دارن و ظرفیتش دارن میتونن اشتراک کنن. سن و سال در سنوکر مطرح نیست، اما به خاطر از اینکه ارج گذاشتن به کسایی که پیشکسوت هستن و خدمات زیاد کردن یا عمر خود سپری مسابقات کردن برایشان یک سن سال محدودیت تعیین شده که از 40 سال به بالا با کاتگوری ماستر میره و خوشبختانه در این رویدادی که ما حضور پیدا میکنیم به 3 کاتگوری تقسیم شده، خانم ها است، آقایان و ماسترها، که ما در کاتگوری ماسترها 2 نفر و در کاتگوری آقایان 2 نفر داریم که انشالله آرزومند هستیم که یک دستاورد یک قهرمانی و کشور خود رقم بزنیم. بسیار خوب. خواهید رو چقدر مردم علاقمند سنوکر هستند؟ جوانا سنوکر دوست دارن و خانم هم سنوکر بازی میکنن، خوش دارن؟ بله دقیقا، و سنوکر یک ورزشی است که بعد از فوتبال و کرکت در جهان علاقمند و بیننده خاص خود داره و یک رشته ورزشی از بدبختانه در کشور ما ای به یک آدرس غلط دامن زده شد و
فدراسیون های گذشته کمی کاسی هایی که داشتن این رفت و یک بحران. اما ما در صدد از این هستیم که به زودترین فرصت انشاءالله در سالهای آینده سنوکری که با آدرس دقیقش در جهان و آسیا است بتونیم در افغانستان پیاده بسازیم. و خوشبختانه دستاوردی که ما در سنوکر داریم، یعنی گفتنش بسیار آسان شاید باشه یا ساده، 35 سال میشه ریکارد سال محمد محمدی در سطح آسیا تا حالا کس نتوانسته ریکارد بزنه. این یک افتخار بسیار بزرگ است. و ما مدال های المپیکی تقریبا در حدود 7 الا 8 مدال المپیکی داریم، قهرمان های بسیار زیاد، حتی اسطوره سنوکر دنیا که نابغه جهان است رونی اوسلیون که قهرمان ما 22 سال پیش هم رای از بازی کرده. این واقعا کلش افتخاراتی است که با جامعه ورزشی مخصوصا با ملت با مردم غیور کشور ما است. و ما انشالله در صدد از این هستیم که بتونیم سال محمد ثانی، رئیس خان ثانی، بتونیم از این نوجوان ها، از این سایر نوجوان ها و جوانایی که در مسابقات حضور پیدا میکنن بسازیم. بسیار خوب. در خصوص خانم ها؟ خانم ها ما انشالله در صدد از این هستیم. مسابقات ملی ما پیشروی داریم، انشالله تا یک ماه دو ماه دیگه آینده انشالله برگزار میکنیم. بعد از اون مسابقات ماستر است، انشالله با تعقیب مسابقات ماستر و نوجوانان تیم ملی بانوان است با مسج هایی که در صفحات اجتماعی و تماس های مکرری که با ما داشتن، اکثرا بانوان علاقمند از این هستند بتونن عضویت تیم ملی را از آن خود کنند و بعد از او بتونن به نفع کشور خود در استیج های آسیایی و جهانی حضور پیدا کنند. انشالله ما زمینه خوبی را برشان فراهم میسازیم. انشالله منتظر هستیم که در پلی سایر ورزش ها خانم ها بتونن سنوکر بازی بکنن. و صادق جان برام بگو که چطور علاقمند سنوکر شدی؟ پدر جان تشویق کرد یا خودت هم یک شوق خلاقی خاص داری به سنوکر؟ من خودم هم شوق داشتم و پدرم هم تشویق میکرد، کمک میکرد و تمرینات هم میکردم. بسیار سخت تمرین میکردم، همه روزه تمرین های خود انجام میتونم و شوق خودم هم دارم. به وقتی که پدرم رو میدیدم، مسابقاتش رو میدیدم، شوقم زیادتر شده میره. بسیار خوب. هر روز تمرین میکنی یا یک روز در میان در پلی در سایت زیاد تمرین میکنی؟ بله، یا درس هم هست، تمرین هم هست و هر روز تایم تمرین ما دیگر است. بسیار خوب. آقای درابی، میشه در مورد مسابقات بعدی و پلان های بعدی سنوکر بر ما بگوییم؟ بله دقیقا، ما مسابقات بعد از مسابقات جهانی که در کشور ترکیه است، مسابقات ملی خود ما است که برای ما واقعا بسیار مهم و ارزنده است. با تعقیب از او یک سلسله مشوره هایی که با رئیس فدراسیون آسیایی و جهانی داشتم، خوشبختانه سال 2021 جام آسیا را برای ما امتیازش دادن که کوشش میکنیم. البته بسیار مشکل و دشوار است برای ما با امکانات و وضعیت امنیتی که در کشور ماست تا هم چون رویداد ورزشی بزرگ در کشور ما را اندازی کنیم. اما سعی تلاش ما ای است که بر جوانا و کسایی که علاقمند سنوکر است، مخصوصا اعضای تیم ملی، یک زمینه خوبی را فراهم بسازیم. و ما با مشاوره هایی که با رئیس فدراسیون جهانی داشتیم، با کمک همکاریشان و حمایت هم جانبشان، بر ما ترینر بین المللی روان میکنه به خاطر از اینکه اعضای تیم ملی به شکل درست و حرفه‌ایش بیاموزه. و بعد از او با تعقیب از او نوجوانای ما که زیر سن 15 سال هستند و کشور تایلند به مدت 6 ماه به خاطر تمرینات حرفه‌ای ما میفرستیم، ان شاءالله نظر و مشوره های زیاد داریم، پلان های بسیار زیاد داریم، ان شاءالله پای در پای یک به یک ان شاءالله عملی میسازیم. بسیار تشکر از حضورتان و چانس خوب برای ورزشکاران ما که در ترکیه اینا مسابقه دارن. چانس خوب برشان آرزو دارم. اگر کدام گفتنی داشته باشین بسیار زیاد تشکر میکنم از شما و تشکری خاص ما از رئیس عمومی تربیت بدنی دکتر حفیظ الله ولی رحیمی، هیئت رهبری و تمام ورزشکاران. و ما در رشته سنوکر نه، البته که در تمام رشته های ورزشی قهرمانی میخواییم. هدف ما از رشد ورزش و هدف ما از رشد قهرمان است. تشکر از شما. بسیار تشکر و چانس خوب برای صادق جان هم آرزو دارم در زندگی آیندهش که مطمئن آینده درخشان داره. و حالا وقفه.